در رابطه با دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، در تاریخ 28 اسفند امیر حسین محمدی و ساناز اللهیاری، دو تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که از فعالین سرشناس جنبش دانشجویی هستند، بعد از تحمیل بیش از یک ماه فشار و شکنجه از زندان وین آزاد شدند و به آغوش گرم و پرمحبت خانواده و دوستان و رفقایشون بازگشتند. تبریک میگم هم سال نو رو هم آزاد شدن این عزیزان رو. این دو فعال دانشجویی که به همراه نسیم روشنایی و مریم شیخ دستگیر شده بودند، در طی مدت زمان بازداشت خودشون به شدت تحت انواع فشارهای جسمی و روحی قرار داشتند و متاسفانه آثار ضرب و شتم شدید به صورت کبودی‌های متعدد بر روی بدن آنها و حتی در مورد بروز مشکلات تنفسی به علت ضرب و شتم شدید آشکاره. گفتنی است که سازمان عفو بین‌الملل که من بیانیه‌اش در اینجا دارم و مایلم که بخشی از این بیانیه رو به اطلاع شما عزیزان برسونم. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که در رابطه با خطر شکنجه و سوء استفاده، سوء رفتار با دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب آمده، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که در به دنبال انعکاس وسیع اخبار از دستگیری و برخوردهای نیروهای امنیتی با دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به شکنجه و سوء رفتار با این دانشجویان هشدار داده. انعکاس اخبار مربوط به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که طبیعتاً در رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه دانمارک، بریتانیا، رادیو آلمان و دیگر رسانه‌ها موجب نگرانی طیف وسیعی از فعالین و نهادهای حقوق بشری شده. قابل ذکره که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و دیگر دانشجویان چپگرا که وابستگی‌های انتخاباتی و حکومتی ندارند، تاکنون در معرض فشارها و شکنجه‌های شدیدتری بودند. همزمان با اوجگیری نگرانی‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به وضعیت دانشجویان زندانی، به خصوص دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، یکی از مسئولین قضایی در اظهار نظری با خانواده دانشجویان زندانی از اعمال غیرقانونی تیم‌های بازجویی ابراز نارضایتی کرده و این اقدامات را عامل سرافکندگی مسئولین نظام و قابل پیگرد قضایی دانسته. و اما سازمان عفو بین‌الملل، این سازمان در بیانیه خودش ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش دستگیری فعالین زنان، کارگران و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، خواستار توقف این فشارها شده و در ادامه نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیرکبیر و تحت عنوان دفن جسد شهدا در دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده. سازمان عفو بین‌الملل در پایان به صورت مشخص خواستار تضمین عدم شکنجه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب شده، قرار دادن امکانات پزشکی لازم جهت مداوای هرچه سریعتر اونها و آزادی بدون قید و شرط دانشجویان و تمامی دانشجویان زندانی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی رو شامل شده. رونوشت این بیانیه و خواست و این خواستا برای مسئولین قضایی ایران از جمله آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران نیز فرستاده شده و در انتها آورده به امید آزادی تمامی دانشجویان زندانی و دیگر زندانیان عقیدتی. همچنین از طرف جمعی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب خطاب به فعالین سیاسی، کارگری و حقوق بشر یک بیانیه صادر شده و اعلام یک کمپینی رو کردن در حمایت از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که در این کمپین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان هستند و در برخی از این بیانیه اعلام کردند که برخوردهای گسترده با آزادیخواهان و برابری طلبان را ناقص حقوق مسلم بشر می‌دانند و در راه آزادی دانشجویان ایران از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهند کرد، با تمام کمک میرن که حمایت جلب بکنن و بر این باور هستند که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
مرتکب هیچ جرمی نشدن و تنها دلیل سرکوبشون تلاش برای یک زندگی انسانی تر، زندگی بدون استثمار، زیستن آزاد و رها از هر گونه ظلم و سرکوب. از این رو میخوان که از تمامی مردم آزادی خواه حمایت کنن از این کمپین و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی بشن. آدرس کمپین بر روی صفحه تلویزیون هستش، میتونید یادداشت بکنید، به دست دیگران برسونید و قویاً حمایت بکنید از دانشجویان دربند و خواهان آزادیشون بشید. میدونید که تنی چند کماکان از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، همچنین که به اطلاعتون رسودم، در شرایط بسیار بدی در زندان به سر میبرن. از میان این دانشجویان میتونم به علیرضا داوودی اشاره کنم. صحبت کوتاهی دارم با پدر علیرضا داوودی. دوست دارم که در این قسمت از برنامه که انتهای برنامه امشبم هست با هم بریم و بنشینیم پای صحبت پدر علیرضا داوودی. الو آقای داوودی، سلام عرض میکنم. مینو همتی هستم از برنامه رهایی زن. آقای داوودی، اگر امکان داره یه مقداری در رابطه با وضعیت علیرضا داوودی برای ما توضیح بدید و اینی که کی دستگیر شده و جرمی که به حساب اعلام کردن، متهمش کردن چی هست و آخرین باری که شما دیدینش علیرضا در چه وضعیتی قرار داشت، بفرمایید. ایشون رو حدود یک ماه پیش دستگیر کردن به جرم اقدام علیه امنیت ملی و آخرین باری هم که دیدیمش مادرش ملاقاتش کرده بود که پنجشنبه گذشته بود. مدتی ایشون تحت فشار بود، تحت فشار جسمی و روحی، ولی ظاهراً چند روزیه که این فشار از روش برداشته شده. آقای داوودی، اطلاع دادن که به حساب خبر از آزادیش دارید، آیا در چه وضعیتی هست؟ هنوز هیچ چیز مشخص نیست، هنوز اطلاعی ندارم. علیرضا وکیل داره؟ با وکیلش در ارتباط هستید؟ هنوز وکیلی براش اختیار نکردیم، نه. اوکی، یعنی وکیل هنوز دیدار رسمی با ایشون نداشته؟ نه. پس خبری گرفتید که ما مطلع شده بودیم که هول و هوش ایام نوروز دستگیر شدگان آزاد میشن، شما هیچ خبری در این رابطه ندارید، نگرفتید؟ والا آزاد شدن که یکیشون از این چهار نفری که گرفته بودن دستگیر کرده بودن تو اصفهان، یکیشون رو قرار برایش صادر کردن، یه وثیقه 50 میلیونی که آزادش کنن، ولی از بقیه هنوز هیچ خبری نیست. وضعیت جسمانی علیرضا داوودی چجوری هستش در زندان؟ الان در حال حاضر وضعیتش رو به بهبوده. آقای داوودی پیامتون چیه؟ صدای شما به همه جا خواهد رسید. چه پیامی دارید؟ این رفتاری که میشه با فرزندانی که بهترین و شریفترین بچه های فرزندان اون جامعه هستند و اینو همه میدونن، همه میشناسن این دانشجویان رو، چه پیامی دارید برای کسانی که دارن صدای شما رو میشنون؟ پیام من اینه که همه حمایت همه جانبه بشه از این دانشجویان. فکر میکنید این حمایت ها از چه طریقی میتونه؟ البته حمایت ها بسیار هستش، کمپین های حمایتی هست چه در داخل از ایران و چه در خارج از ایران و بسیاری از انسان ها به اون پیوستن، انسان های آزادی خواه. این که به هر حال این کمپین ها ادامه خواهد داشت، این صداها رسونده میشه. در حال حاضر خود نهادهای بین المللی و من جمله سازمان عفو بین الملل این حرکت ها رو محکوم کرده،
و این صدا رو ما میرسونیم. مطمئن باشید که این فعالیت ها و این کمپین ها در حمایت از این عزیزان ادامه خواهد داشت، به امید اینی که علیرضا داوودی و دیگر عزیزانی که در بند هستند به زودی آزاد بشن و برگردن با آغوش گرم جامعه و خانواده. اگر صحبتی دارید بفرمایید. در غیر این صورت شب و روز خوشی رو براتون آرزو مندم. متشکرم، صحبتی ندارم. به انتهای برنامه امشب رسیدیم. یک بار دیگه سال نو رو به یکایک شما بینندگان عزیز و تمامی انسان‌های آزادی خواه و برابری طلب، تمامی انسان‌هایی که نظاره‌گر این برنامه هستن تبریک میگم و آرزوی بهترین‌ها رو دارم در سال آتی که در پیش رو دارید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو مندم. رهایی زن، برنامه‌ای از سازمان رهایی زن.